ډیر بډیر او خبرې نور ځکه کوم چې وخت یو سات چیر سوي دي زموږ مسایې زموږ خبرونه به هم د افغانستان په اوسنۍ سیاسي مسایلو باندې ده دا یو به طرف خبرونه ده موږ د هیڅ ګروپ هیڅ حکومت طرفدار یا مخالف نه یو فقط غواړو چې دا خپل نظرات د مشرانو نظرات شریکو او دغه د اوسنۍ حکومت مشرانو ته ورسو په افغانستان کې موږ په یو نامعلوم لوري ته روان یو هغه څه چې موږ فکر کاوه چې مقصد ممکن امنیتي مسایل حل سي ډېر مشکلات حل سي ډېر ستونزې حل سي ولې متاسفانه چې ګورو شکایتونه ډېریږي په اتر چې په دې هکله به د دوستانو نظر وغواړو نو په لومړي قدم کې به د ډاکټر صاحب خالصي څخه هیله وکړم ډاکټر صاحب ستانغزه همیشه کوشش کوي چې دوه مرې خبرې وکړي دوه مرې کاسي او بیا هم ښه خالصي صاحب که تاسې د یو پنځو شپږو اوو دقیقو لپاره تاسې څه لازم بولي د افغانستان اوسنۍ وضع تحلیل او تجزیه کوي مهرباني په هره ژبه چې خبرې کوي ستاسې مشوره ده ستاسې خوښه مهرباني ډېره مننه محترم هوتکی صاحب سمسور صاحب او پروفیسر صاحب ستانیزی خوشحالم چې ستاسو په پروګرام کې برخه اخلم واقعا چې افغانستان په ډېر مشکل وضعیت کې موجود دی همدا اوس جمهوری اسلامی دولت لنگ شو مگر مونگ اگه دولت چی طالبانو جور کرده تروس بخپل خپو نده والا که تاسو په اجازه زب دری خبری وکم چی روانه وکولاشم چی خبری وکم حکومت را که طالبان ساختن ای مشکلات زیاد داره اول مشکلات ازی امرای ولی نیمت های ازی ولی نعمت طالبا کسایی است که امکانات به حکومت رساندن طالبا را فراهم کرد و به نظر من این دولت امریکا بخصوص معاهده را که دولت دونالد ترامپ امضا کرد در قطر در دوحه با دولت طالبان این امکانات برای طالبا به میان آورد که دولت در افغانستان ساقط کنه و به قدرت برسه و تعهدات را که امریکا با طالبا کرد در غیاب دولت افغانستان این سبب از بین بردن مورال دولت افغانستان شد از سبب از بین بردن مشروعیت سیاسی از او در جهان شد دیپلماتیک از او در جهان شد و یک سال فرصت داد برای طالبا که یا بدون از ترس از بمباران امریکا بدون ترس از مداخله امریکا یا آمادگی بگیرن و بالاخره دولت افغانستان با هجوم همه جانبه خود غافلگیر کنن و از بین ببرن. حالی که یا با قدرت هم گرفتن خلاف پیشبینی امریکا خلاف جدول زمانبندی شده امریکا ای صورت گرفت که در این قسمت اشرف غنی و دولتش و بخصوص نحوه خارج شدن از افغانستان این پلان امریکا را به شکلی که او دلش میخواست برهم زد یعنی بر اساس جدول که امریکا توقع داشت دولت ساقط نشد امریکا را غافلگیر کرد و همچنان بر اساس شرایطی که امریکا میخواست خارج نشد بنابراین طالبان یک دفعه دولت در دامنشان افتاد و این طالبا هم کسایی که با امریکا این تعهد امضا کرده بودن توافق امضا کرده بودن و امریکا بالای از حساب میکرد یا فورا از یا یک طرف کنار زده شدن و گروهی را که امریکا هرگز با او صحبت نکرده بود مذاکره نکرده بود قدرت را میگیره اینجاست که جامعه جهانی که بر رأس از امریکاست و دولت طالبا و پاکستان در یک حالت قرار میگیرن که سردرگمی که تعال ایچ دولت ای دولت طالبان را برسمت نشناخته که هم برای مردم افغانستان بسیار شرایط سخت را بار آورده بخصوص در شرایطی که فقر اقتصادی عدم تجارت مسدودیت بنادر جا به جا شدن میلیون ها نفر از دهات و شهرها این حالت بسیار بحرانی در افغانستان با وجود آورده
و پول های در افغانستان بانک در خارج منجمد شده. دولت امریکا و غرب نمیتونه پول ها را برای طالبا بده و همچنان طالبا دیگه منابع عایداتی ندارن. اما از طرف دیگر مشکلات را که دولت طالبا برای خود بر خودشان به وجود آوردن این سنزی این مضاعف ساخته مشکلات ها. طالبا در 3 ماه گذشته نشان دادن که هیچ اعتقاد برای حقوق زنان ندارن، برای تعلیم تربیت زنان ندارن، دختران ندارن، هیچ اعتقادی، هیچ اهمیتی برای کار زنا و دخترها خارج از خانه ندارن و این ثابت ساختن بر جهان که یا امو آدم ها هستن که در موردشان تبلیغ می شد 20 سال پیش امو دولت را که ایجاد کرده بودن این فرق با او ندارن. بنابراین جهان هم حتی دوست کسایی که خوشبینی بیان داشتن مانند روسیه، مانند چین، حتی ایران که امریکا را نمی خواد در منطقه باشه، یا حتی پاکستان در این زمینه، یا به حالت قرار گرفتن که هیچ کس نمیتونه قدم پیش بانه یا رو به رسمیت بشناسه، برای اینکه یا با موازین امروزی روابط بین المللی و همچنان حقوق بشر چیزی که در 56 کشور دیگه اسلامی مورد قبول قرار گرفته یا با او سازگار نیست. این مشکل است که خودشان برخود ساخت. این که میگن ما امنیت آوردیم، خب امنیت خودشان خراب کردن، خودشان در سرکاب بم میموندن، خودشان حمله میکردن، خودشان انتحاری روان میکردن. این که این کم احسان به مردم افغانستان ندارن که ما امنیت آوردیم، امنیت را که خودشان خراب کرده بودن یا آل جنگ نمیکنن از خاطر امنیت هست. اما هیچ بنابراین این برای خود طالبا مشروعیت دولت از یار پیش مردم افغانستان زیر سوال بوده که مردم افغانستان فکر میکنن آیا ما در قرن 21 همچون دولت مشروع است که حقوق بسیار ابتدایی بشر که حق تعلیم تربیت است، حق کار است، از پیش از وام میگیره. ای تا زمانی که دولت طالبا یک لای جرگر نخواهد و مردم حق نتن که در ساخت نظام، در ساختار نظام مردم نظر داشته باشه، چیز داشته باشه، اینپوت داشته باشه، به اصطلاح این مشروعیت قصد نمیشه از طرف با اعلامیه و با صدور بیانی از طرف رهبرهای طالبا این حل نمیشه. بنابراین طالبا چندین مشکل دارن، مشکل مشروعیت در داخل دارن، مشکل مشروعیت سطح بین المللی دارن، مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات پولی دارن که حتی چین نمیتونه برای ازیا کمک بسیار مستقیم انجام بده، در حالی که چین از رفتن امریکا بسیار خوشحال است، با ایران از رفتن امریکا اینجا بسیار خوشحال است. اما او هم میفهمن که با موجودیت طالبا در این شرایط، طالبا با تعداد گروه های تروریستی که در منطقه است نمیتونه، یا دوست هستن یا در ظاهر شاد باید که معیار اجازه نمیتون، اما یا نمیتونه او را با او مخالفت کنه، با القاعده، با گروه ETIM یا ایست توکستان اسلامیک موومنت، با جنبش اسلامی تاجیکستان، با جنبش اسلامی ازبکستان، یا با جیش محمدی، با تحریک طالبان پاکستان، یا هم فکرهایی زیستن یا امرو از یا همیش بودن در میدانهای جنگ بودن. چند روز پیش یک نفر از ویغورهای چینایی از ETIM حمله کرد، یک انتحاری انجام داد در قندوز. یا این اگر این ظاهرن به اروپایی ها میگن که ما، امریکایی ها میگن که ما از افغانستان کسی را چیز نیست تهدید نمی کنن، اما یا به اساس ایدئولوژی خود نمیتونن جلب از یار بگیرن. چین بسیار در قسمت چیز است، حساس است. اخیرن یک معاهده با تاجیکستان امضا کرده، یک چیزی ایجاد کرده، یک قشلی عسکری بر از وام میسازه، یک پایگاه نظامی بر از وام میسازه در نزدیکی های سرحد افغانستان. قبلا یک پایگاه ساخته بود در 10 کیلومتری سرحد افغانستان در ووخان که 30 کیلومتر با سرحد چین فاصله داره، او رو تقویه میکنه. چین بسیار مواظب است که از افغانستان دوباره با آسیای میانه این گروه های توریستی سرازیر نشه، با تمام کشورهای روسیه از این خاطر چیز است. سخنهای پوتین اخیرا، دولت روسیه از لاوروف
در این قسمت است که میگه اگر که ما سرحد با افغانستان نداریم، اما میگه ما تعهداتی داریم با تاجیکستان، با ازبکستان، با ترکمنستان که ما از یا حمایت میکنیم و میال یک پایگاه روسیه در جنوب تاجیکستان است. بنابراین این کشورها همه ایشان در حالت هشدار قرار دارن که طالبان چگونه میتونن امنیت منطقه را در اینجا مسئول رفتار کنن، گروه توریستی را مانی شون و همچنان یک دولت مشروع را افغانستان ایجاد کنن که به مردم افغانستان حد اقل امکانات مؤثر بسند، حد اقل امکانات اقتصادی را مؤثر بسنده، تجارت را مؤثر بسنده و همچنان امکانات تعلیم تربیه برای نصف نفوس افغانستان مؤثر بسنده، امکانات کار و اشتغال خارج خانه را برای نصف نفوس هم. اگه این کار را نکنن این طالبان را هیچ کس برسمت نمیشه. برداشت من نیست. تشکرم خالدی. امی مسئول وضع فعلی کی است؟ ما که مصاحبه دکتر خلیلزاده شنیدیم، اونا دکتر اشرف غنی و تیمش که عبارت از سالم احمد امو امرالله سالی و دکتر محیب هستن، اونا مسئول امی وضع فعلی اونا را میداند به نظر شما؟ به هیچ صورت مشکل مسئول درجه اول خود خلیلزاده. یک مک دوستی دارم در این کالیفرنیا زندگی میکنه، او همیشه از وقتی که شما میگین خلیلزاد مقصدتان در امریکاست و سیاست من میخواستم بگویم وقتی خلیلزاد سرش انتقاد میکردم پیش از این دولت اشرف غنی سقوط کنه، یک دوست دارم در کالیفرنیا نشسته میکرد، نه خلیلزاد خب سیاست وزارت خارجه امریکا را تطبیق میکنه. این یه مردم توجه کنن، شما یک رئیس جمهور دارید نامش دونالد ترامپ است، یه ایران مونده که در افغانستان چطور بره و می فکر است که را یک کسی بیا این دروازه رو برش میشونده و این دروازه هیچ وجود نداره. این میخواید افغانستان بره، یک کسی پیدا میشه میگه ما دروازه رو برت نشان میدم، نه ای که طالبا رو برسمت بشید، نه ای که امرای طالبا توافق کنیم. این چند فایده داره میگه برام. اول میگه ای که ای برای ما در آینده امکانات میته در افغانستان، میگه با ما چی که حکومت چیز میسازه، قرون وسطایی میسازه، چی میسازه، زنها را خوش نداره، با میگه با ما چی، او دلشان هر نظام که میسازه. میگه ما خب این نفته بودیم در افغانستان که دولت سازی کنیم. شما کتابی چی در بخونید؟ کتابی را تازه چاپ کرده جان بولتون به نام روم Where It Happened. اون نشته میکنه. میگه دونالد ترامپ پرسان کرد از وزیر دفاع از ماتیس. گفت که پیروزی در افغانستان چیست؟ او گفت که از افغانستان امریکا مورد حمله قرار نگیر. آه گفت این نیست، ما تا حال دهی 20 سال از افغانستان مورد حمله قرار نگرفتیم، بنابراین ما پیروز شدیم، بنابراین هیچ دلیلی نداریم که ما بگیم ما اونجا باشیم زیادتر. یک سخنای وزیر دفاع امریکا که در اون جلسه گفته و یک کتاب است. بنابراین یه آدم بی دروازه نشان میده، میگه ما امروز میگیم چند فایده داره. فایده اولی که با دیگه طالبا قدرت گرفتن ما از اینجا سر از یاد تعهد میکنیم که ما را به ترکستان شرقی در ایالت سینکیان سیایه را اجازه بده که به جنبش اسلامی ترکستان شرقی چیز کنه، کمک کنه. میگه او میکنن برای دیگه او امیال امروشون در افغانستان میجنگه. میگه او را سرشون ما تعهد میکنیم، تعهدهای مخفی امور را نشته میکنیم که تو سیایه را اجازه میدید در اینجا باشه. دیگه ای که میگه که ما این بساق این مصرف پر مصرف بود موجودیت ما در افغانستان. دکتر خالدی همی تعهدهای مخفی را که میگن ای آیا کدام رسانه ای را افشا کرده؟ چون ما خود خلیلزاد پیش بانوز نگفته که تعهدهای خلیلزاد خود صلاحیت نداره که بگه نداره، اما این برداشت ما همیست و برداشت ما متکی به سخنان عالی‌ترین مقامات امریکایی است که این پالیسی امریکا را در افغانستان ترک کردن. یکی از اون کسا کی بود؟ در زمان کالین پاول وزیر خارجه امریکا بود، در زمان جورج دبلیو بوش که افغانستان آمدن رئیس دفتر از اون
جنرال ویلکرسن یک سخنرانی داره در انستیتوت رون پاول. پنج دقیقه کلیپ از در یوتیوب هست میتونی پیداش کنید. این بشنوید. این 2018 است. این واضح میگه. میگه ما افغانستان نرفتیم که دولت سازی کنیم. میگه ما افغانستان بله، نرفتیم. بله. میگه ما به افغانستان چون رفتیم؟ میگه ما رفتیم که اول از اون در سر ما حمله نشه. همین گپ متیس. دوم میگه ما از خاطر رفتیم در اونجا که افغانستان کوتاه‌ترین نقطه است با سینکیانگ. و ایالت سینکیانگ تمام بلت اند رود پروژه چینایی از اونجا شروع میشه. با آسیا میره و پاکستان پایین میشه و بعد دیگه دنیا میره. گفت اینه ما با اگه سیاهی بخواهه این پروژه را اثر کنه، تاثیر وارد کنه، افغانستان کوتاه‌ترین نقطه است. سوم میگه پاکستان اصلی اتمی ازی. اگر امریکا، چون پاکستان کشور ثبات سیاسی نداره، اگر نیاز باشه که امریکا ای را زیر کنترل بگیره، ما در بهترین موقع در افغانستان خواهیم بود. باید دارست. بنابراین این سخنای اینمی جنرال امریکایی در قسمت همکاری با جنبش ترکستان شرقی این پرفکتلی میک سنس، به اصطلاح کاملا چیز است، با شرایط افغانستان سازگار است. برای اینکه چین اگه یادتان باشه طالبا پیش از اینکه دولت اشرف غنی ساقط شوه یک هیئت بزرگ روان کردن به چین و این پاکستان روان کردن بود که چین مطمئن بسازه که ما کام تعهد مخفی نداریم. برای اینکه چین مطمئن است که تعهد مخفی ها دارن و حال چین از این موقعش فیلی افغانستان که طالبا دولت طالبا را امریکا به اسمت نشناخته با چون گروه دیگه سر قدرت آمده میخواه حد اعظم استفاده کنه. اول از یار بره به چیز خود از سفیر انفلوئنس خود بره زیر تاثیر خود بره الازی کمک اقتصادی سوال ما این بود که امی علتی وضع فیلی معاهدی را که امریکا امضا کرد با طالبان در دوحه ای در حقیقت چیز مستند مرگ حکومت افغانستان و ای چون در او گفته میشه که امریکا با دزی بالای طالبان حمله نمی کنه برای یک سال، یعنی یک فرصت داده امریکا دیگه حمله نمی کنه. امریکا طالبان تا قادر شدن در یک سال بدون ترس از حملات هوای امریکا تمام اکمالات خود انجام بدن و دیگه ای که دولت افغانستان در انظار جهان از مشروعیت دیپلماتیکش ساقط کرد. طالبان بود از اون مثلی که یک چیز پیروز، یک گروه پیروز، یک دولت قانونی به هر جای دنیا می رفتن و صحبت می از مسکو به تهران، از تهران به استانبول، از استانبول به چین و به هر جای می رفتن و در اونجا بنابراین سقوط دولت افغانستان مسئولیتش امضای توافقنامه دو هست. دولت اشرف غنی چاره‌ای نداشت، برای چیزی نمانده بود. شما ببینین دولت افغانستان در 13-12 رو سقوط میکنه، از روزی که هرات سقوط میکنه تا روزی کابل سقوط میکنه 12 روز. دکتر صاحب میخواد دولت اشرف غنی خود 7 سال در جنجال بود، از دکتر صاحب عبدالله گرفته که حکومت تقسیم شده بود، فساد اداری به اوج خود رسیده بود. شما در اونجا کدام مسئولیت نمیبینین که اونا خودشان ریشه های از اون دولت از بین بردن؟ نه گفت شما فرمودی شما بلکل کاملا درست است. ما عامل اصلی را یادآوری کردم که او تکی سب سوال کرد. ما یک مقاله در این مورد نشر کردیم که در اون مقاله 5-4 علت است. یکی یعنی توافقنامه‌ای که امریکا امضا کرد با طالبان در حقیقت ارجحیت های یا اولیت های سیاست خارجی امریکا تغییر میکنه. بعد از اینکه امریکا چین باعث دشمن خود قبول میکنه در شرایط امروزی جهان و روسیه را باعث دشمن خود قبول میکنه از لحاظ استراتژیک، ارجحیت های سیاسی استراتژیک امریکا تغییر میکنه. با تغییر از این افغانستان بر از او دیگه دولت اشرف غنی اهمیت زیاد نداره. برای امریکا ایست که
دوم مطلبی است که همین قسمی که شما گفتید، فساد در دولت افغانستان و فسادی که خود امریکا ایجاد کرده. امریکا از انتخابات، سه انتخابات در افغانستان خلاف پروتکل‌های جهانی، خلاف تمام ایدئولوژی خود امریکایی‌ها با نتایج دموکراسی در افغانستان مخالفت کرده. شما کتاب یکی از بزرگای امریکایی بخوانید که در اون نشته میکنه که ما کوشش کردیم که حامد کرزی ناکام بسازیم در 2009 و او گفت ما او را به دشمن خود مبدل کردیم، ما از عبدالله حمایت کردیم، مداخله کردیم در انتخابات افغانستان، ولی باز هم گفت عبدالله شکست بود، میگه حامد کرزی به دشمن خود مبدل کردیم، خودش چیز میکنه. تشکر دکتر صاحب، تشکر. سمسور صاحب، زد خالدی صاحب نه سوال را ما خالدی صاحب پیشتر شما که جواب اوتکی صاحب گفتن که امی خود دوا امی عامل آلت فیلی شده، آل چی دنیا چی کرده میتونه؟ امریکا بار از این که بر آمد، انتونی بلینکن وزیر خارجه گفت که جنگ خلاص شده، دیگه ما دیپلماسی را شروع میکنیم و دیپلماسی و فعلا ما تانوز کدام بدون از اون ملاقات امرای طالبا که دعا کردن دیگه ملاقات نشده. دیگه شما چی فکر میکنید که چی باید شود؟ دنیا باید چی کنه؟ امیر قم فشار صرف سر افغانستان بیایه و فشار که میایه خب صرف مردم غریب و مردم عامی درد از او را میبینه، طالبا خب درد از او فشارا را نمیبینن. دیگه چی باید شوه که اینمی باران فیلی فعلا به یک جای برسه، اگر به رسمیت شناختن باشه، همراه حکومت هم شمول شوه، چی باید شوه؟ آله امریکا چی کرده میتونه، دنیا چی کرده میتونه و طالبا چی کرده میتونن؟ بله تشکر سمسور صاحب. اول عرض می بود که طالبا از خود شروع کن، طالبا باید به مردم افغانستان و به دنیا نشان بدن که یا یک دولت مشروع هستن که در عصر در قرن 21 و در سال 2021 موجود هستن، یا مشروعیت را کسب کنن از مردم. من عرض کردم که مشروعیت از مردم می آید. در افغانستان اگر انتخابات طالبا خوش نداره، اما لوی جرگه یک عنعنه است که در افغانستان یک عنعنه طلایی است که بسیاری کشورها انگشتک کوچک خود میتونن که متی یک امکانات وجود داشته باشه که یک انستیتوشن باشه که در مردم بتونن در اونجا رأی خود ابراز کنن بدون انتخابات عظیم و سر و پا چیز ساز و بر. در این لوجه طالبا باید خط مش خود اعلان کنن. ما امروز 3 ماه از دولت طالبا میگذره، هیچ کس نشنیده که خط مش از یا چیست. خط مش از یا در مورد معارف چیست، در قسمت اقتصاد چیست، در قسمت قضا چیست. آیا این محاکم را که در زمان اشرف غنی وجود داشت یا قبول دارن، یا ایست که ملاها در جای هم قاضی هستن و هم جلاد هستن و هم پلیس هستن؟ این تو بالا اعلان نکردن. آیا ما سیستم قضایی مستقل خواهد داشتیم که او قضاوت از او مستقل باشه، از نفس قضا این قضاوت صورت بگیره، نه از زیر فشار سیاسی؟ این تا حال طالبا نگفتن که ما در مورد قضا چی میکنیم. دیگه در مورد اجراییه، دولت طالبا حکومتی را که ساختن بین خودشون توافق ندارن، یک گروه های بزرگ در بینشون هست که با یا فعلا در هر روز خبرهای مخالفت ها بین ازیا بروز میکن. بنابراین وقتی که شما یک لویجرگر ایجاد میکنین، این لویجرگر شما ختمش خود اعلان میکنین، شما سیستم در نظامتان معرفی میکنین برای مردم. دکتر صاحب، ملوی جرگره که شما میگین ای صرف همی مردم عادی افغانستان از تمام ولایت ها باشه یا کسای از دولت سابق هم باشه؟ نه موضوع دولت سابق خلاص شد، موضوع دولت سابق خلاص شد و به تاریخ سپرده شد. شما مردم افغانستان، شما 350 یا 300 ولسوالی در افغانستان وجود داره، هر ولسوالی یک نماینده روان میکنه، ما 34 ولایت داریم، هر ولایت یک نماینده روان میکنه در لوی جرگه.
در لجرگای سابق ولسی جرگه و مشان جرگه هم اعضایش اشتراک داشتن. شما فعلا ما این انستیتوشن وجود داره، هنوز پارلمان افغانستان قانونا وجود داره، صحیح است که در خانه خود چشتن اما وجود داره. لجرگه اعضای انتخابی در اقتصاد چطور وجود داره وقتی که حکومت سکوت کده باشه، رئیس جمهورش در خارج باشه، دیگه وزرایش در بیرون فرار کده باشه، چطور میتونه شورای ملی حکومت سکوت کده اما شورای ملی خود سکوت نکده؟ خود شورای ملی جزء دولت است، یک از قواعدش است. دولت سکوت نکده، حکومت سکوت کرده. بیشتر استانیزی سبیر هست فرمود درست دولت اشرف غنی است، درست واسه قوه. وقتی اشرف غنی اجازه بچین افغانستان دارای سه قوه بود، قوه مقننیه، قوه قضاییه و قوه پارلمان. درست همه اشرف غنی بود. اشرف غنی امروز از افغانستان برآمده، یا فرار کده یا گریخته یا مجبور شده، هرچی که شما نمیشه میمانیم. دولت بالکل سقوط کده و وکلا همه گیده بیرون برامده، اکثرش در کابل نیسته، در افغانستان نیسته. اگه اینا در افغانستان میبودن مقاومت میکدن متکیسه مهم نیست. شما رئیس جمهور از بین افته، اما شما سیستم قضا در افغانستان وجود داره، حکومت دولت وجود داره، منظورم اداره دولت وجود داره، ولایت ها وجود دارن، همون تو قضا هم وجود داره، همون تو شورای ملی هم وجود داره. ای که شورای ملی را این طالبان را برسمیت نمیشه. در کدام ولایت ولی اشرف غنی وجود داره؟ محترم اوتکی سای، من گفتم سیستم اداره دولت وجود داره، ای که امو ولی وجود نداره، او موضوع جداست. والی طالبان کرفته در مو چوکیششته، از اونمو مردم استفاده میکنن، از اونمو کارمنده استفاده میکنن. عرض مئیست که اگه طالبان بخواین بر خود آسان بسازن، شما اعضای ولسی جرگه و مچران جرگه رو میارین، شما نمایندای شورای ولایتی رو میارین، شما نمایندای چیز رو میارین، ولس والی رو میارین. اگه طالبا به یا چیز ندارن، اعتماد بالایی مردم ندارن، طالبا میتونن که اعضای ولسوالی ها را، شورای محلی را اثر انتخابات کنن، بگن که هر ولسوالی نفر نو خودم معرفی کنن، از ولایت نفر نو خودم معرفی کنن، از شورای ولایتی را که لایجرگه، چون در لایجرگه تنها حق رای دادن امیر اعضای انتخابی است. در خود در لایجرگه خود اعضای حکومت هم شامل است، چون قماندان های اردو هم شامل است، قضا هم شامل است. او حق رأی ندارن، اما حق رأی نمی مردم دارن، کسایی که از ولسوالی ها میان، از ولایت میان و از دو خانه ولسیجگر. ما ای که چی آیا خوب در بود در قانون اساسی که ما خواندیم، لوی جرگه باید پارلمان وجود داشته باشه که وکلا است ولسی جرگه و مشران جرگه، دلی که اردویش پال جاست یکش هم وجود نداره. خب برای دیگه طالب ها فلج کردن، شما فکر کنین شما طالبا او رو فلج کردن، اگه خب وجود داره. مقصد ما ایسته که ما سر از این گپ نمیزنیم که کیر نره فلج کرده، منظور ما از این ترکیب مکانیزم لوی جرگه مکانیزم او تکیسه. شما یک چیز متوجه باشین، آیا فرمان صادر شده است طالبا که گفته باشه که ولسی جرگه و مشان جرگه ممنوع چیز است، مخلوع هستن؟ کجاست ازای ولسی جرگه شما چی سوال او تکیسه؟ این سوال درست نیست. ما چی میفهم در خانه خود است؟ یک کسی عملا وجود نداشته باشه، شما عمل داره آری مردم مرده، آری که شمشیر که سیلاوه کشتن، خو نه خو طالبا یار اجازه نمیده بیاید در ولسی جرگه بیاید و مشان جرگه بیاید، یا وجود داره؟ شما اجازه بده اعلان کو سبا امنیت کلش مه. ما میگم اگر اشرف غنی و تیمش از افغانستان نمیبرمدن، در افغانستان میبودن، مقاومت میکردن، یا به یک تفاهم میرسیدن، امی حالت به وجود نمیامد. نه به این صورت و نمیتونستن تفاهم کنن. چی تفاهم؟ آیا میخواستن تسلیم کنن دولت به طالبا؟ خب به میخاطر خلیلزاد ما میره میخواست، و امریکا هم میره میخواست، و هم اروپای غربی هم میره میخواست که اشرف غنی بگیره طالبان رو دعوت کنه در قصد در دولت مشترک طالبان هیچ قبول نکردن در هیچ وقت. تمام نو ما مذاکراتی که در دوحه شد، طالبان هیچ مذاکره نکردن سر دولت مشترک.
همیش تکرار کردن که ما دولت مشترک نمیشه. دکتر صاحبی، معاهده که امضا شد بین طالبان و بین امریکا، یکی از معاهده هایش همین بود که بعد در افغانستان یک دولت چینی اسلامی جور شوه که در اون همه گروه ها وجود داشته باشه. خود طالبان خیلی کار نکردن. ما اینجا یعنی اینجا ما دولت زیادتر مقصر میدانم که اینا قبل از اینکه امی معاهده امضا شوه، قبل از اینکه طالبان داخل افغانستان کابل شوه، اینا کابل رها کردن، رفتن خوب کردن، بهترین کار کردن. برای اینکه مشروعیت طالبان را زیر سوال بردن. طالبان حاضر نبودن که امرای حکومت اشتراکی بسازن. چندین بار طالبان تکرار کردن که ما حاضر نیستیم که حکومت، یا میگفتن ما حکومت خواهیم میسازیم، باز ما تعیین میکنیم کی رو بگیریم. چند سخنال چی ده بشنین در کنفرانس مسکو، امی حکیم مولانا میگه که ما حکومت اسلامی رو میسازیم، حکومت خدا صاحب میسازیم و بعد از اون ما تعیین میکنیم که دیگه گروه ها امرای ما یک جو شون. یا هرگز شما در نو ما در دوحه یک حتی طالبو یک دفعه هم اعلان نکردن، برنامه سیاسی پیشنهاد نکردن که راه حل به نظر طالبو چیست. امیر میگفتن که حکومت نو اسلامی منظور شده بود که ما حکومت میسازیم، بعدا ما تعیین میکنیم کی را به خود بگیریم کی نگیریم. بنابراین برای اشرف غنی امکانی وجود نداشت که مگر اینکه تسلیم شود کامل. اما تسلیم شدن کامل از او در حقیقت تطبیق پلان خلیلزاد بود، تطبیق پلان امریکا بود و تطبیق پلان پاکستان. مگم خالدی سوال از تسلیمی که ای با گریز بدتر نشد؟ نه خیر، بیتر شد. بیتر به این شد که ما فعلا صحیح است و شخص اونا شاید بهتر باشه. نه، بر شخص مردم افغانستان خنقص شد. برای مردم افغانستان بهتر شد. برای اینکه مردم افغانستان حال چهره طالبان را لق و لک میبینن. شما مثل کالا یک کس را کشته باشین در سر چارهای استاد کرده باشین. طالبان لچ و لک در سر چارهای استاد هستن. در اون وقت شما طالبان با یک حکومت با یک سلاوت می آمدن که مردم سرشان مردم افغانستان چیز می ساختن، مدیون خود می ساختن که این بر ما تسلیم شده. حالا کس تسلیم نشده، مشروعیت هم نداره و چیز هم عرضه کرده نمیتونه بر مردم. ابتدایی ترین حقوق مردم با او داده نمیتونه. من نمیتونم با بدون ریش اونجا بگردم. من نمیتونم با این لباسی که حالا میپوشم برم. دکتر صاحبی، خب مرحله بعدی شد. ما سری از این گپ میزنیم که ما این طالبان رو تایید نمیکنیم. ما میگیم سر خلاها داره ولی گله مردم از خود حکومت هسته. میگه که قبل از اینکه طالبان داخل کابل شوه، وزیر دفاع گریخته بود، مهم مشاور امنیت گریخته بود، امرالله صالح گریخته بود، دکتر اشرف غنی گریخته بود، کابلش کل زیاد تاریخ 14 گریختن، تاریخ 14 آگست یا گریختن، تمام از یارک نام گرفتین. در 14 آگست چی بود آقای اوتکی؟ در 14 آگست امرالله صالح رو گپایشو بشنوین. امرالله صالح تلفن میکنه شب 14 آگست به وزارت دفاع، میگه که چی گپ است؟ میگن که میدان شهر را گرفتن، میگه که سروبی را گرفتن، میگه که فلان تمام پغمان را گرفتن و او امرالله صالح تقاضا میکنه که از قوای کمکی روان کنین به میدان شهر و کمکی روان کنین به چیز پغمان. او میگه یک نفر وجود نداره که ما روان کنیم. شما ببینید کابل یک جزیره بود و و و در اون جزیره که همه جای طالبان گرفته بودن، شما برای غیر از یعنی برای پیش اشرف غنی چهار امکان وجود داشت. یکی خود تسلیم کنه با طالبان، دولت خود او را به رسمیت بشناسه و پلان امریکا را تطبیق کنه، یا ایست که نه دفاع کنه. دفاع از کتاب امرای کی کنه؟ تنها گروپ سربازایی که از ارگ دفاع میکنه این برشمانده بود و طبعا گرفته میشد یا اعدام میشد. سومی که خارج از افغانستان و هم کار کرد و هم میفهمین دیگه ای که من امرای آقای محب صحبت کردم برای من تلفون نمی چند وقت پیش گفته شد که یه امی رهبرای جهادی که میگن یا تقاضا کرده بود که میلیون ها دلار برای زیاد داده شود تا یا مثلا خلیلی گفته بود که من 10,000 نیروی چیز نیروی چی میگن خیزش مردمی را در غرب کابل میسازه. میلیون ها دلار رو گرفت. امرالله صالح عین دعوار کرده بود، میلیون ها دلار رو گرفت. همچنان در دوستم و عبدالله عطا در مزاری کار کرده بودن و اسماعیل خان در هرات. میلیون ها میلیون دلاری که دولت داشت نه برای زیاد دادن.
وایو چی کردن؟ اولین نفره نفرهایی که تسلیم شدن نفرهای امرالله صالح بود در فاریاب در بادغیس، کسایی که تسلیم شدن نفرهای امرالله صالح بود. همچنان در حتی محمدی قبل از اینکه طالبا داخل کابل شوی نتسلیم بله 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 در امرالله صالح و همچنان پیش از اینکه ایراد سقوط کنه، همچنان در دوستان و عطا اما پولای را که اشرف غنی برشان داد که شما خیزش های مردمی را بسازید در جیب کردن رفتن به خارج، یعنی چاره برای زیان نمانده بود. دوزا بودن این را خب کل مردم افغانستان میشناسن، اینا جنگ سالارا بودن، اینمی بزنسشان بودن، دزدی میکدن. مگم در این 20 سال در حکومت کرزای و اشرف غنی خب بدون از این خب ما هیچ کدام چهره نو ندیدیم. سعید ما یک نوجوان نو بود که آدم با احساس معلوم میشد، مگم اینا خب هیچ یک تغییر آورده نتانست، یک دانه همی چهره را تغییر کرده نتانست. دوستم امرای یک امقوم خود یک ریش سفید ازبک لواتت میکنه، او را پس میاره امی محب در عرق بود یا نبود وقتی که دوستم پس آمد. اینا هیچ تغییر ناوردن دگه ده او عرض میکنم جا بشه. برای من این بر... چیز من تذکر میتم، ما دیروز یک تویت بسم الله خان وزیر دفاع را خواندم، اونا میگه امو لازه کابل سکوت میکنه، اما یک کسی بنایم بیگ که رئیس دفتر اشرف غنی بود، متین بیگ بود، این پیش محمد ما را گفت که همه چیزا صحیح است، ما رئیس جمهور علی میخیده چی بیاد وزارت دفاع میه دالی که طالبا نصف داخل کابل شده بوده، یعنی میگه دی پلان خود اشرف غنی داخل بوده، اینا اینطور فکر میکنه نکنم پلان نه اشرف غنی کابل سکوت کنه به حسابی چی؟ به حسابی امی بسم الله خان و سالی و گپا که به خاطر از اینکه که برای هر لحظه اطمینان میداد که کابل سکوت نمی کنه، ما امین جاسیم و اشرف غنی پیلن علی به هر گست والی میخواه که به وزن جپا بیه. بله متکسف، اول اجازه بتیم که جواب سمسور صاحب بتیم. بله سمسور صاحب، در مورد یه آدم ها برای ما گفته شد که امی در عالی ترین مقام در دولت صلاحیت های از یا در انتصاب و انتصاب مردم و مقامات مثلا وزارت دفاع و وزارت داخله یا بسیار محدود. برای از یا امریکا میگفت که چی کسی را تو میتونی برش نصب کنی، چی کسی را نمیتونی. امی دوست شما اگر بخاطر داشته باشین در امو هیاهوی چیز قضیه جنایی دوستم، سفیر امریکا میره در مزار شریف امرای دوستم میبینه در جوزجان، قماندان قوای امریکایی در افغانستان میره در جوزجان امرای دوستم میبینه. شما وقتی که کار باشه شما اشرف غنی چی کردن؟ وقتی که او عالی ترین مقام امریکایی در افغانستان در پیشتر دوستم قرار میبینه، میتونست امی کار که آله کرد فرار کنه قبول نکنه؟ نه خیلی که سر اشرف غنی تفنگچه نمانده بود که تو باید این کارو کنی. سعی کنیم شما تا آخرین روزی که فکر میکرد میتونه مقاومت کنه مقاومت کنه، بعد از این دیگه دید که نمیشه. نه مگم خالدی صاحب این چیز خو امریکا سر روز اول سر اشرف غنی تطبیق کرد، روز اول که اشرف غنی انتخابات برد یا نبرد سعیست اونجا خو فساد بود ای چی بود، گفت که 50% دولت از عبدالله است. ایره خو از روز اول قبول کرد. ایره خو یک طفل هم میفهمید که ایره قم دولت که او نیمش کلش دوزا باشه اونمو جنگ سالا باشه. خودتون توضیح کردن دیگه اجازه گفتن من نیستی. شما دولت را که به این قسم ضعیف ساخته باشه امریکا و چطور میتونه مقاومت کنه؟ خبر نمیتونه. خمو هفت سال پیش اگه اعلام میکرد خوبتر نمیشه. شاید اگه شما میبودین میکرد این اعلام. ولی او نکرد. او خواست تا روز آخر قدرت امکانش موجود باشه باشه. وقتی دید که نمیشه رفت. سوال شما اوتکیسه، شما فرمودین ببخشید اگر خلاصه بگین که موضوعش چی بود؟ بسم الله خان دیروز بسم الله خان فکر کنین تا به همون روز رئیس جمهور میرفت با وزارت دفاع، اما ایره برش اطلاع دادن که در مقابل تو یک توطئه در کار، حتی بعضی ها گفته میشه که میخواست امی عبدالله و کرزه ای آدم گرفته تسلیم طالبا کنه، بنابراین ای فوراً به طرف چیز میره، هلیکوپترها میرن و پرو از اینجا پرواز میکنه.
شما فکر کنین هنوز این پرواز نکرده، هنوز این ترمز ناششتکایی سفارت روسیه اعلان میکنه که 69 میلیون دلار امریکا بوده، در حالی که اون مقامات ترمز با یا بسیار رفتار بد میکنه، بسیار رفتار بد میکنن، یار رو اجازه نمیتن، 32 ساعت دیر داخل میدان میمانن. و دیگه این که چیز سفارت روسیه از چشم دید یک کسی از میدان هوای کابل است، در حالی که ای اشرفغانی است داخل عقب پرواز کرده چهار علی کن. و دیگه اون میگه چهار موتر میره در اون جوری، یعنی این پرواز اشرفغانی با هلیکوپتر از عرب تا به تاجکستان بوده یا بله از عرب تا ترمز بود، تا ترمز ترمز در ازبکستان. بله ازبکستان. میگن که ما کوچه پرواز کردیم و در راه بسیار چیزه گرنگ خواهد پایین داختیم که هلیکوپترها پایین میرفت، برای که فضای افغانستان در اختیار اردوی امریکاست، ما نمیخواستیم که امریکایی هم مداخله کنن رو هلیکوپترها، یا بسیار پخش رفتن و ترمز پایین شدن. و در ترمز که پایین شدن او هم بدون اجازه میدان هوای ترمز پایین شدن و پلیس میدان یاره ولی 31 ساعت اونجا نگاه کرده در داخل کنکریت سر کنکریت میدان. البته تنها اشرف غنی و محب و فضلی داخل بوده و خانم اشرف غنی دیگه کلش در میدان بودن. و بعدا وقت روزای الکترار را مرلا کردن تمام وسایل ازیار گرفتن، حتی یک بکس پیش ازیار نبیده تا ای که یا بعد با چارتر تیاره که از قزاقستان به یا به اهودابی میده. به شکی نیست که امیلوی جرگه هایی که در طول تاریخ خصوصا در 40 سال اخیر دایر شده همه حکمت ها منافی خود امیلوی جرگه وجود آورده و منافی همه ارزوها و منافی خود بوجه عملی کده. هم تاست بجازه درست است که حکمت ها در اون دست داره، اما انحصاری کامل نیست. من منظورم است که اینها هم ممکن دست بزنن، اما تا جایی که تا یک حد به شکل اقلا به شکل نسبی نمایندگی از مردم کرده بتانه، مردم میتونه او را بپذیرن. اما کارهای اینها تا به حال که ما دیدیم هیچ کار اینها از چارچوب انحصار نبرآمده. اگر اشخاص مسلحی که در روی بازار است که مردم نه به درس نه به کار نه به مکتب میمانه، این انحصاری است. کابینه اینها انحصاری است، وزارت های اینها انحصاری است. پس مشکل است که آدم باور کنه که لوی جرگه اینها انحصاری نباشه. متکی سه بمی حساب بمی فرمودی شما که گفتین لوی جرگه کلش در خدمت دولت ها بوده، این درست است، در مجموع گفت درست است، اما استثناءات وجود داره. من برتان یک مثال بسیار نزدیک میدم. حامد کرزی لوی جرگه را خواست که معاهده امنیتی با امریکا را رد کنه. حامد کرزی میخواست لوی جرگه این معاهده را رد کنه، اما لوی جرگه این را رای داد برخلاف نظر کرزی، رد داد، این را قبول کرد. من منظورم ایست که لوی جرگه ها وقتی مردم میآیند میتونن خلاف نظر دولت حکومت وقت ابراز نظر. تعلیق نشده، تعلیق نشده. برتر شد. خود اونجا زیادتر امریکا داشته. کی بود؟ اون زیادتر پولای امریکا مصرف شد و کلا پول داشت. صحیح، بالاخره لوی جرگه خلاف نظر حکومت وقت رای داد. میخوایم مسئله خلاف رئیس جمهور رای داد. به اجازه آقای سمسور، ما یک سوال مطرح میکنم نظری دکتر صاحب سنزای میخوایم، شما میخوایم. امروز در مقابل طالبان دو مقاومت تشکیل شده. یک مقاومت به نام پنشیر و دیگه مقاومت هم در که در راستشان پسر احمد شاه مسعود، احمدی مسعود قرار داره، و مقاومت دوام هم در ترکیه که در راستشان عبدالرسول سیاب و رشید دوستم و عطا محمد نور و محقق و اینمی طور آدم های دیگه داخل هستن. شما در مورد این مقاومت نظر موافق دارین یا مخالف دارین؟ این مقاومت هایی اگه من صحبت کنم جای شما استانیزه سه، ما مقاومت پنشیر رو ما حاصل ارگز مقاومت نمیدانم، در عمل وجود نداره، این فقط در از سوئیس گفته میشه و از تاجیکستان و از لندن و اینجا و از پاریس این ابزار وجود میکنن. و مقاومت دیگه که آقای عطا محمد نور که در افغانستان بود، در منطقه خود نتونست استفاده کنه،
آقای دوستم که در جوزجان بود خانه خود حفظ که نتونست، در حالی که تمام کفن پوشایش همراهش بود، میلیون ها دلار از دولت مرکزی گرفت. آلی چی تو میتونی کار بکنه؟ مگر ای که باز هم امریکا یک گروه ضربتی A1 یا A2 روان کنه که در امراه زی باشه او بره اثر چیز کنه. آیا امریکا حاضر است دوباره از جنگ گروه های A1 به اصطلاح کماندوهای خود روان کنه که امراه ای گروه ها جنگ کنن یا نه؟ ای بسترگی بیداره. اگر امریکا یار پشتیبانی کنه و از نزدیک یار حمایت کنه، لوجستیکی و لحاظ سلاح و لحاظ تعلیم تربیه و لحاظ پوشش هوایی، در این صورت ما میتونیم باز سرش صحبت کنیم. حال هیچ است. الترناتیب طالبا پس اون گروه هایی که در مقاومت هست اینا باید باشه دیگه. کی باشه الترناتیب طالبا؟ طالبا نه خیر، الترناتیب داری تو ما براتون عرض میکنیم. طالبا برای 10-20 سال آینده هستن. این ما باید قبول کنیم. و اینا این طالبا میتونه به شکل خوبش باشه و به شکل خرابش باشه. به شکل خوبش چی باشه؟ که امی پیشنهادی که مرز کنیم ما طالبا را دشمن چیز به این معنی نیستم که او را بگویم که چیز است ما ترجیح میتونم کفن کشای سابقه را نخه. یعنی یا هم حق دارن در افغانستان سیاست کنن، یا هم حق دارن در افغانستان ازار وجود کنن، اما یا باید در شرایط امروزی جهان با شرایط امروزی جهان حکومت کنن. بنابراین ما که وقتی میگم لوی جگه می اگر را برشان نشان میتونم بایسی یک کسی که برشان یک راه حل پیشنهاد میکنم که مشروعیت پیدا کنن حکومتشان. وقتی میگم که شما باید در این لوی جگه خط مشیتان اعلان کنین، قانون اساسی تان معرفی کنین، شکل نظام معرفی کنین، چیز امیر المومنین، امیر مملکت امیر المومنین خیلی ها نمیگن فعلا، میگن امیر حکومت اسلامی، امیر حکومت اسلامی رو معرفی کنن که مردم عربی بینه برش رای بتن. در این صورت یک بینی خمینی میشه، ولو که پیستان اگزایت امیر کلش ملوار جمع کنه، شاید اما ملوار جمع کنه، اما بازم یک بینی خمینی میشه، یک رای را پیدا میکنه بگه ما این مردم خواستیم، ما را قبول کردن، اینی قانون اساسی ماست، اینی ختمش ماست و اینی راه ماست. تشکر بسیار. بله نظر می دکتر. یک کس سوال بر ما تکس مسیج کرده، گفته که در روزهای آخر، در روز آخر دولت اشرف غنی آوازه بود که امرالله صالح امرای بسم الله خان وزیر دفاع کوشش یک کودتا را کرده بود. چی فکر میکنند این باره؟ نه من فکر نمی کنم، درست نیست. درست نیست. اگه این می بود برای من گفته میشد. تماسایی که من گرفتم. طب یک سوال از شما. من پیشید سوال کنم. نه پیشید سوال کنم. به مرتبات صحبت استانگلیس چیزی که طالبا با او استناد میکنن ایست که در قرآن آمده که وقتی که حضرت محمد تبلیغ میکرد اسلام، یک تعداد منافقین پیدا شده بودن که عین زمان میرفتن در نزدیک جایی که او صحبت میکرد موسیقی میکردن، دول میزدنی میزدن که صدای از دور کس نشنن. و می خاطر یه حکم آمد که این ممنوعست که مخالف در اخلال صحبت ها یا تبلیغ اسلام. اما این خو حرام نیست که شد در خانه تو کست میشنوی یا در محفل عروسی تو موسیقی میشنوی یا در خانه یک کار میکنی. اگر در مثلا اینجا مسجد آذان اعلان میکنه و در این زمان تو موسیقی رو میمونی، شاید حرام باشه. اینی رو میخواستم اضافه بفرمایید. سوال از شما ای است که آیا بزرگترین شرط مشروعیت یک حکومت امنیت نیست؟ و طالبا امنیت آورده دیگه، یعنی می کلاترین مشروعی. من قبلا عرض کردم این امنیت که خراب کرده بود. شما فکر کنین من در سال 2005 رفتم افغانستان. در 2005 از 2001 تا 2005 در افغانستان گل و گلزار بود، مردم خوشحال بودن، دکانها باز بود، مردم به حقوق خود داشتن، هنوز قدر اختلاس صورت نگرفته بود، اختلاس فساد ایجاد نشده بود. 2006 طالبا شروع میکنن دوباره جنگ، بمب گذاری ها را، انتحاری ها.
خوی ای امنیت خود طالبان خراب کرده بودن. اینا میان میگن که ما احسان میکنیم که امنیت آوردن. برادر تو اول نمیکردی می کار دیگه. نه او میگه که از بین سال 96 تا 2001 بهترین امنیت میگه او وقت بود. جنگ بود. امنیت فکر نمیکرد. در داخل محترم در داخل زندان پلشرخین بهترین امنیت. دیگه خب کل افغانستان که یک زندان باشه امنیت هست. او یک زندان بود برای مردم افغانستان. هیچ کس هیچ حق نداشت. بله.